باشه وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز سه‌شنبه است، دهم از ماه فوریه سال 2009 میلادی. در روزهای سه‌شنبه و روزهای جمعه به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم. در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدت یک ساعت و نیم از ساعت 11:30 تا 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستم. در واقع تقسیم بندی برنامه به وجهی بوده است که دو برنامه برای هموطنان آمریکا وقت مناسبی باشد و دو برنامه هم که همون روزهای دوشنبه و چهارشنبه باشد برای اروپا و ایران. در روزهای سه‌شنبه نگاهی میکنیم به گسترش حکمت عقلی در روزگار قدیم و رسیدیم به روزگار اعراب، در واقع پس از انقضای مدنیت یونان و آنچه در اسکندریه گذشت، پیدایش اسلام ما رو داریم در منطقه و ترجمه آثار از کنم که یونانی و هندی و ایرانی و غیره و ذالک و اینها و خلفایی که اینها اهل دین نبودند و عرض کنم که گسترش معرفت رو باعث شدن، دارالحکمه به وجود آوردن. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم و بپردازیم به بقیه مطالب. کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است. به برز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر، که سیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است. حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریا باف است. خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ نگاه دار، که قلاب شهر صراف است. شابت این غزل از کنم که این بیتیست از حافظ با مثل شمشیر چند لبه. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. مایه گرفته حافظ از مستی و راستی و اینکه این شیخ، این آخوند رئیس مدرسه، که مدرسه در روزگار قدیم جای فقط عرض کنم علوم دین بود، میگه چون مست بود فتوا داد که می حرام همه از مال اوقاف بهتره. در ضمن مست هم کرده بود. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. بله، عرض کنم غزلهای تراز اول حافظ شیرازی از اون خانزاده بختیاری. سپاسگزاری میکنم که صدای پدر رو فرستادن، شاهنامه خواندن به زبان بختیاری، گوش میکنم و بخشهایی رو حتما پخش میکنیم. چون شاهنامه در عرض کنم که بختیاری به یک آواز خاصی خونده میشود، بارها در این باب صحبت کرده ایم. عرض میشود که همونطور که مطلع هستین، آقای اوباما سیاست رو بر این گذاشته است که صحبت بکند با مثلا دشمنان آمریکا. در روزگاری هم که کاندیدا بود، کاندیدا اوباما مرتب میگو من با این دشمنان آمریکا صحبت میکنم، ما نبایستی از مذاکره بترسیم. و اعلام کرده است در این چند روز گذشته که ما حاضریم با این رژیم جمهوری اسلامی صحبت کنیم. بعضی دوستان گمان میکنن اوباما نمیفهمد و نمیداند. بنده گمان میکنم میداند چه میکند. در واقع یک اتمام حجتی است. آخوندها هم که اساس حیات اینها دشمنی با آمریکا و اسرائیل هست، ما از روز اول خدمت شما عرض کردیم محال است که به چنین چیزی تن بر بدهند. آخوندها از سیاست در باب آمریکا و اون چی مربوط به غرب هست جستجوگر در واقع دفع الوقت هستند تا بتوانند که این از کنم این یک بمب اتمی چیزی به دست بیاورند و برای خود بیمه ای بخرند. و اعلام کردند که ما حاضریم به شرطی که به ما کمک کنید این رهبران اسرائیل رو محاکمه کنیم، جورج بوش رو محاکمه کنیم. از این جو سخنان مزخرف و بیهوده به ما توهین ها شده است، معذرت خواهی بکنید از ما مسلمین توهین شده است و اینها.
که حتما شنیده ای، در واقع اینها از نوع دیگری و از جنس دیگری هستند، اینها غیر عادی هستند و مناسبات عادی با اینها میسر نیست. و تا اونجایی که به توهین مربوط است، توجه می دهیم که بزرگترین توهین به مسلمین به گمان من احکام اسلامی است، نه سخنان آمریکاییان و غربی ها و اینها. بزرگترین توهین به مسلمان احکام اسلام است. شما نگاه کنید به این قرآن شریف و این احکام شرع و اینها، ببینید در حق فرومایه ترین آدم ها این کتاب و این عرض کنند که مشتقاتش و احکامش این توهین هست. ابتدا به ساکن میگوید نصف جامعه عقل ندارد، این توهین نیست؟ تقسیم بندی آدم ها به کافر و مؤمن توهین نیست؟ ما هر چه دیدیم در این احکام عرض کنم شرع جز توهین به آدم، از اساسا از نوع نیایشش توهین به آدم آغاز بشه. عرض کردم آقا نیایش بابا جان بایستی به وجهی باشد که شخصیت آدمی حفظ بشه. این هیچ سر رو به زمین مالیدن و پشت رو هوا کردن بود چند بار، آخه این خدای این الله مدینه تا چه میزان این ناراحتی روانی داره که حاضر میشه به این بدبختی و نکبت و فرومایی یه کسی خودش رو بندازه که بخواد اینو نیایش کنه. نیایش هم بایستی به وجهی باشد که این شرافت و کرامت انسان حفظ بشه. آقا تمرکز میکنن، نمایش میکنن، میستن، مینشینن به یک وجهی آقا که انسانی، این از توهین از اونجا شروع میشه. یعنی در واقع به تاریخ اسلام عزیز که نگاه کنیم، کارش با تحقیر دیگران، توهین دیگران و عرض میکنم تخریب معابد دیگران و مرزبندی بین آدم ها و حلال دانستن خون غیر خودی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. حالا تا اونجایی که به تشیع مربوط هست و اینها، بارها خدمتتون عرض کردم، عرض شد که مردمان کور و کچل و بدبخت و گرفتار و بیچاره و اسیر و غلام و برده و ضعیف و فقیر، اینا شیعه میشدن. آدم حسابی که شیعه نمیشد که. نگاه کنید به تاریخ اسلام، ببینید شما یه مؤلف شیعه میشناسید در 4-5 قرن نخستین؟ آدم شیعه خیلی کم داریم به ندرت. بعد عرض شد که این ابزار سیاسی شد در دست کسانی در ایران که اینها نمیخواستن اسلام رو به وجهی که عمر میخواست و ابوبکر میخواست و محمد میخواست و قرآن میخواست بپذیرن. آمدن زرن به سیم آخر، یک چیزی ابداع کردن که اثری از اسلام درش نیست جز نام. از اذان شما بگیرید تا قضای خلافت و موضوع امامت و اینها، در واقع این تشیع همچه خدمتون عرض کردم، عرض کنم که امام خدایی و تحقیر محمد رسول الله است. باور نمی فرمایید به مکالمات روزمره و مرام مسلک ما شیعیان نگاه بکنید ببین اثری از محمد درش هست. و احادیث آوردن که این جبرئیل به اشتباه رفته، این علی بود که میبایستی پیغمبر میشد و این محمد کاری نبود و اینها. این همه فحش‌های رکیک که به دوستان رسول میگویند شیعیان و لعنی که میکنند به عمر و ابوبکر و عایشه و اینها، به تعریض فحش‌های رکیکیست به رسول که نمیفهمیده. ما میفهمیم علناً بندید در این سایت ها دیدم که عمر رو به لوات و اینجور چیزها هم حد کنن منصوب میکنن و اینها یک داستان ننگی نیست حقیقتا در قرن 21 که تمام اون عرض کنم که شرایطی که سبب میشد شیعه نمیدونم خنجر بزند و قمه بزند و تظاهر بکنه که کار سیاسی بوده، همه اینها امروز مفقود هست. ما امروز در کشور ما بیشتر از 4 میلیون 5 میلیون برادران و خواهران اهل تسنن داریم. این آخوندها هرگز نفهمیدن آقا داستان چه چیزیست. یک آخوندی هست به نام دانشمند که این همون فرخزاد این رژیم هست. خب هر رژیمی برای خود یه شومن داره، این هم شده فرخزاد این رژیم. حالا بیچاره فرخزاد هم اینا سر بریدن. خواهش میکنم آقای وارتان گرامی اگه صدا من میشنون این رو برای شما پخش بکنن، شما ببینید این مرد چه میگوید بر مسجد. من واقعا تعجب میکنم. هموطنان، البته هموطنان بزرگواری نشون دادن، اینجایی که دعوت میکنند مردم رو به لعن به عمر نمیکنن، اما شما ببینید ذهنیت یک آخوند بر چه وجهی است و چگونه فکر میکنند و اساسا ذهنیت اینها به لحاظ فرومایگی در کجاست. ببینید این صحبت آقای دانشمند رو ملاحظه بفرمایید،
میگوید همه اهل تسنن حرامزاده و ولد زنا و اینها هستن. شما ملاحظه بکنید ببینید از زبان خود این آخو. اما یه جمله، حالا یکی میگه از آقا بچه شما اون سنیا حرامزاده، حرامزاده با ولد و زنا دوتاست عزیز. ولد و زنا یعنی مادرش به خطا رفت، اما حرامزاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم، یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه تو رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین، میتونم من نشون بدم تو رساله جناب عمر، تو باید میشه تو من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادون نره؟ خدا بیامرزه بابا من میگه، بابا من گفت هر کی اسمینا رو بشنره و لعن نفسه الهی نمه که علی که میخوره حرومش بشه. این عمر حرومزاده، او دیگه هم حرومزاده بود هم لعنت، هم ولد و زنا بود. میدونید که من سندش هم دارم، چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد، بچه دار شد، دختر دختره بزرگ شد با همون دختر خودش، اونم در حال هی زنا کرد، عمر به وجود. من سندش رو میذارم جد. بقا آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنیا فحش میدی. جواب اون نامه اینه، برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. برو تحقیق بکن درباره خودت، ببین با چی درست شدی که اینجوری حرف میزنی. جواب اون نامه اینه. حالا کارت به جای رسته که به آخوند شیعه فحش ناموس میدی به خاطر سنی، به آخوند شیعه روزخون سید و شهدا توهین میکنی برای سنی. پس یه سری به مادرت بزن، یه سری به بابات بزن، سری به کسا کارات بزن، ببین جای اشکالی چیزی نباشه. اینطوری عمر لعنت الله علیه، این ابوبکر لعنت الله علیه ناراحت شد، گفت جناب ابوبکر چه مرگیتونه؟ شما را در مرض میبینم، چه مرضیتونه؟ گفت دارم نقشه میکشم دشمن علی زیاد کنم، نمیدونم چه کنم. گفت حرومزاده، از من حرومزاده بپرس. گفت خب جناب حرومزاده چه کنیم؟ گفت ها یادت یه روز رسول الله رو منبر فرمود علی جان تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی، هر کی تو رو دوست داشته باشه حلال زاده است، هر کی با تو بد باشه حرام زاده است. یادته؟ گفت پس اینجا داشته باش، هر کی حرام زاده شد با علی مشکل داره. درسته؟ گفت بله. که حالا ما چیکار کنیم حرام زاده زیاد میشن؟ گفت نمیدونم. گفت چقدر احمقی، عجب حرام زاده ی خری، مگه این نمیدونی فقه رسول الله هر کی میره مکه اگه طواف نسا را انجام نداد و نمازش رو نخون زنش بهش حروم میشه؟ پیره مردا درسته یا نه؟ بپرسید دیگه. گفت خب چی کار داره اینجا؟ به علی گفت ها باید نماز طواف نسا را حروم کنیم که مرید ما نخونن تا زنا برشون حروم بشه، به چا بشن حروم زاده با علی بد بشه. حالا میگی چه؟ حالا تو نامه می نویسی از یزد ما برو بیرون خائن اسرائیلی، مال اسرائیلی شدن؟ نوشته یه ماش احمق نادون پا تو می شینن. خوبه چند تا دکتر پا من برنشسته باشه، خوبه چند تا دانشجو نشسته باشه، خوی هیچ چی نیست جز حرومزادگی، هیچ چی نیست جز شیر ناپاک خوردن، هیچ چی نیست جز لقمه ناپاک خوردن. به آخوند شیعه آدم توهین بکنه به خاطر این که سنی بعدش میاد بر پدر و مادر هرچی سنیه لعنت.
بله، با درود شما هموطنان گرامی. ملاحظه فرمودید که این آخوند شیعه چه میگوید. بله، اجازه بفرمایید ما از این تاریخ طبری عرض میشود که یک شمه‌ای بخوانیم خدمت شما. و این چیزی که این آقا اسناد میگفت اساسا چنین چیزی وجود ندارد. عرض میشود که شیعیان برای ادعای خود هیچ چیز در دست ندارد جز احادیث جعلی، چیزی در دست ندارن. مبرخان بزرگ اسلام کارهاشون هست، نه از قدیر خم خبری هست، نه از داستان امامت خبری هست. همه اینها دروغ، یعنی اختراعی و ابداعی. به همین دلیل هم هست که عرض میکنم که اکثریت مسلمانان که سنی هستن و یه 6-7 درصدش بیشتر رافضی نیست، اینها نفرت قریبی از اینها دارن. غزالی میگوید این رافضی ها اونقدر هستن که لایق مکالمه نیستن. ببینید چه خبر بوده. بله، عرض میشود خدمتون که بله، ذکر سیرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه. طبری می نویسد: بدون که خلق گرد آمدن و متفق شدن بر اون که کس را از پیش عمر و از پس او سیرت چون سیرت او نبوده است. یعنی در زهد این بابا هر چه سعی کردن بهش برسن کسی نرسید و کس به راهوی نتوانست رفتن. و چنین روایت کنند که وی گفتی اگر شبانی را بر لب رود دجله و فرات گوسپندی هلاک شود، من بترسم که خدای عزوجل از من بپرسد و گوید چرا او را نگاه نداشتی. و روایت کنند از او که دیدیم به گرمای ازاری برمیان بسته و بردشت اشتران صدقات را قطران همی مالید به دست خیش. پس مردی گفت: یا امیر المومنین، چرا این کار به دست خیش کنی؟ گفت: زیرا که خدای عز و جل نگهبان این مرا کرده است و فردا اونجا از من بپرسند. این عرض کنند که رویه عمر بوده و از سبت که اینم سخنانی است که این آقایان میگوین و اهانت به هموطنان اهل تسنن ما. خب از این موضوع هم میگذریم، میرویم سراغ این داستان جاهلیت. و میخوام خدمتتون عرض کنم که در تاریخ مدنیت، اونجایی که مدنیت بروز کرده و علم و معرفت توسعه پیدا کرده، سه دوره هست. حالا میگذریم از داستان هند و چین و اینها که اونها موضوعات دیگری است و اون چه هندیان میدانستن و چینیان میدانستن، اینها در همین روزگار اسلام ترجمه شد به زبان عربی و اینها، که بیشتر در زمینه نجوم و طب و ریاضی و اینها بود، به خصوص ریاضی هندوستان بسیار قوی بود. اما بر روی هم میشود اینها رو تقسیم بندی چنین کرد که دوره نخستین مربوط است به یونان، قریب 700 سال پیش از میلاد مسیح. عرض کنم که تا حدود 300 سال پیش از میلاد تمدنی بس درخشان و افکاری بس اصیل در یونان به وجود آمد که نظیر آنها هم پیدا نشد. به این درخشش هرگز ذهن‌های پیدا نشدند. گرچه دوره‌های بعد هم در اروپا اذهان بسیار نیرومند وجود آمد، اما به اصالت فکر یونانیان ممتاز بودند، که البته آبشخور بسیاری از این اندیشه هم تمدن یونان و بخش تمدن بابل و ایران و جاهای دیگر بود. اما بر روی هم به جهت اینکه فضایی مناسب برای داد و ستد ایجاد شده بود و اینا به صورت یک دیکتاتوری نبودند با قدرت مرکزی، و اینها در حقیقت در مجمع الجزایر اون منطقه پراکنده بودن، این آزادی در زمینه اندیشه و تفکر و داد و ستد فکری به وجود آمده بود. و با پیدایش اسکندر اندکی نقصان گرفت و مدارس علمی یونان همونطور که مطلع هستید به اسکندریه انتقال یافت. و با پیدایش مسیحیت اینها همه به انحطاط رفت تا میرسیم به حدود قرن هفتم میلادی، که رفته رفته از شبت که این خلفایی که پیدا شدند و اینها یک سره قرآن رو به کناری نهادن و از شبت که دارالحکمه ها ساختن. در این دوره هست که حکمت یونانیان ترجمه شد، که ابتدا ترجمه های بسیار ناقص و بدی هم می کردن، اما بر روی هم رفته علم یونانیان رو گرفتن. ایرانیان تا 90% یا بیشتر ایرانیان بودن. عرض کنم که مترجمان، ریاضیدانان، حتی مفسرین قرآن، محدثین، روات، بزرگ همه ایرانیان بودند. یعنی این شرافتی که اسلام پیدا کرد در جهان، اگر داشته باشد چیزی به این نام، رو ایرانیان کردند. و از شرافت که این دوره است که
دوره بست علوم یونانیان هست و هندوان و غیره، اما تا اونجا که به فلسفه مربوط هست نظام فلسفی از میکنم مستقلی به وجود نیامد. میشود گفت که بازگوی سخن یونانیان بود، این که بگوییم مشاییان مشاییان، آدم های مثل ابن سینا و اینها، اینا در واقع شاگردان ارسطو بودن، اون چه آموخته بودن این توسعه دادن، اینها در تبیین و تشریح آثار یونانیان بسیار پوشیدن. و بعد که عرض کنم که دوره بنی امیه به سر آمده است و عباسیان آمدن به لطف بازو و شمشیر ابو مسلم مروی خراسانی، بخشی از این امویان گریختن از ترس کشتار و از شمال آفریقا، گروهی از این بربرهای شمال آفریقا که بربر میگفتند و اینها، با خود همراه کردن، از این تنگه جبل طارق به اسپانیا رفتن و اینها رو با خود بردن و آثار به عربی نوشته میشد، در کتابخانه اونجا نگاهداری میشد. و چون اینها خشونت و وحشیگریشون رو مدت ها بود تقریبا که کم کم از دست داده بودن یا کم رنگ شده بود، در اونجا کارهای سازنده ای کردن، موسیقی گسترش پیدا کرد و اینها. بعد اروپاییان از طریق متون عربی که در کتابخانه های عرض کنم اسپانیا بود، قرطبه و اندلس و اینجور جاها، اینها عرض کنم که به اروپا رفت و رفته رفته به جهات بسیار که یکیش هم همین بوده، ما یک رنسانس داریم، به قول انگلیسی ها رنسانس. اینها از ایتالیا شروع شده و عرض می شود که دوران قرون وسطا به سر آمده، در واقع اون چه ما قرون وسطا می نامیم از حدود قرن پنجم آغاز شده است تا قرن پانزدهم، چهاردهم و پانزدهم، که خود این قرون وسطا رو هم به سه دوره تقسیم می کنن و بعد رنسانس شده است و بعد دوره های روشنگری و بیداری و عرض می کنم عصر جدید و اون چه مادرنیته گفته میشه یا تجدد، میتوانیم بگوییم از همین روزگار قرن پانزدهم آغاز میشه تا سالهای 1960 و دوره پست مدرنیسم، یعنی ما بعد دوره مدرن هم حدود سالهای 1960 به بعد رو پست مدرنیسم میگویند. نکته ای که قابل توجه هست این هست که چند ملت در این مناطق ایجاد مدنیت کردند و بعد اینها به دست بیابونگردان اینها از میان رفتن. یکی از کنم منطقه ایران بوده است که از سوی دو گروه بیابونگردان این مدنیت ها از بین رفت، از که مدنیت گروه بیابونگردان عرب بودن، بعد آسیای مرکزی ها آمدن که اینها در تخریب مدنیت ید طولایی داشتن. از بین اینها چنگیز، تیمور آمده است و اروپایی ها هم بی نصیب نموندن از دست اینها. آتیلا هم از همین ها بود، از شمال از کنم دریای خزر امروزین به اروپا رفته و روم رو مورد حمله و تهدید قرار داده. داستان بسیار جالبی دارد این آتیلا ده هون، هون می گفتن، اینا به زبانش هم ترکی بود. و عرض می کنم که در خود اروپا هم از قبایل وحشی بودن، ویشی گوت و اسرو گوت، گوتیت حتما شنیده در هنر، اینا هم قبایل جرمنیک بودن، اینا هم بیابانگردان بودن، اینا همون کسانی هستن که امپراتور روم رو ساقط کردن و قسمت های غرب و شرق آلمان امروزی به صورت قبایل پراکنده و بیابانگرد بودن. و عرض می شود که مدنیت روم رو اینها ساقط کردن. و چون بحث ما مربوط است به اعراب، امشب این رو به طور خلاصه خدمتتون عرض کردم. اجازه فرمایید که ما یک موسیقی کوتاه میشنویم، برمیام خدمتتون، برمیگردیم ببینیم در این دوران جاهلی و جاهلیت اعراب چه چیزهایی داشتن و بعد از اسلام به چه فضیلت‌هایی رسیدن و این جاهلی جاهلی به چه معنی است. چند دقیقه دیگر
بر هموطنان گرامی، قطعه بسیار زیبایی در همایون شنیدیم از استاد جلیل شهناز و پرویز یا حقی. این دو گرانمایه کارهای بسیار ماندگاری با هم کردن. نواخته های ممتاز این دو استاد از بهترین قطعات موسیقی ایرانی است و درود بفرستم به دوست عزیزم آقای ایرج یزدان پناه که این قطعات رو در اختیار ما میذاره. عرض کنم واژه جاهلیت، اینها از واژگان کلیدی تاریخ اسلام هست. این آخوندها به منبر می نشینند و با عرض کنم ناز و کرشمه جاهلی میگویند این حرفها. تفسیرهای مختلفی هست. من به یاد دارم باید خدمتتون عرض کردم در همین ده ما یک کسی که استدلال کسی رو نمیپذیره رو میگفتن چرا جهل میکنی. در واقع این بدون معنی نیست که اینها یک سره جاهل بودند و بعد به نور اسلام منور شدند و از جهل در آمدن. ما سرانجام نفهمیدیم اینها جهلشون در چه بود و بعد چه چیزی به دست آوردن. اگر بگوییم بزرگترین نشان جاهلیت آدم کشی و عرض میکنم قتل نفس هست، بین اینها البته جنگ ها میشد، یک نفر، دو نفر، سه نفر. جنگ های اعراب پیش از اسلام رو ابن عسیر به تفصیل گزارش کرده. ما خیلی جنگ خونین بوده، 100 نفر اینها کشته میشده اینها. بعد دیدیم که اینها به جان هم افتادن وقتی به برکت اسلام و به نور اسلام اینها منور شدن. اینها چند هزار هم دیگر رو سر میبریدن. یکی هم قضایای عرض شد که میخوام خدمت این رو بگم که اگر هر رذیلتی بین این اعراب بود، صفات بدی بود، مثل فرض کنید غارت، اینها مردمان بیابانگر، عرض کنم که غارتگری میکردن. یک شاعر عرب میگوید ما غارتگریم، همسایگان رو غارت میکنیم. اگر همسایگان نباشند عموزادگان خود رو غارت میکنیم.
اگر گیر نیاریم برادران خود رو غارت میکنیم. اینها بعد این غارت عرض میکنم ساخته شده در بطون اسلام و رنگ تقدس و الهی گرفته، غارت دست جمعی، گرفتن غنیمت از مردم، به طوری که همین عمر که اینقدر در زهدش مبرخان نوشتن این از کنم بزرگان نخستین اسلام تا المستعصم بالله که عرض کنم که به دست مغولها گرفتار شد و کشته شد، اینها همه نان غارتی میخوردن، هموطنی گرامی، این حقیقت امر هست. هیچ کنم اینا کار نمیکردن، اموال غارتی عرض کنم که ایرانیان بیچاره و رومیای بیچاره و غیره و زالک و اینها، ارمنی ها و زرتشتی ها و اینها رو میگرفتن، یا غارت میکردن رسما میبردن مدینه میخوردن، یا اینکه تحمیل میکردن باج و خراج اینها میگرفتند و میخوردن، مال حرام میخوردن تا عرض کنن که دوره اینها به سر آمد. بنابراین اگر رذیلتی هم داشتن که جزء لاینفک فرهنگ اینها بود، در دوره اسلام رنگ تقدس گرفت، گرفتن غنیمت عرض کنم که نزد یهودیان و مسیحیان روزگاری حرام بوده، اینها غنایم رو میسوزاندن، پنهان میکردن که کسی به خاطر اینها جنگ نکنند، و بعد حلال شد یک پنجمش رو بدهید به که خمس باشد، بدهید به اون شخصی که امام وقت هست و خلیفه هست، و بقیش هم بین سوار پیاده تقسیم کنید. و امروز که ما اسیر آخوند هستیم، میخوام خدمت شما عرض کنم تا ما علایق خود رو از این تشیع دروغین یک سر قطع نکنیم، اسیر آخوند خواهیم ماند. به فرض این که این حکومت هم ساقط بشود که حتما خواهد شد، اما این اسارت ذهنیت ایرانی زیر سرپنجه آخوند و این همه خرافات و مهملات بر جای خواهد بود. حالا دوستانی میگن آقا این رو بردارن چه چیزی جاش بگذارن؟ مثل که کسی یک فتح بزرگی داره، باد فتح داره، میگه آقا فتحش عمل کنیم چی جاش بذاریم؟ خب میگه بسکتبال آویزون کن. آخه فایده ای مگر نصیب این ملت شده از این خرافات و مهملات که یه چیزی هم جاش بذاره؟ و بنده میخوام خدمت شما عرض کنم همون خردمندی که سبب میشود از این داستان خرافات انسان بکسلت، همون جانشینی است برای این خرافات. بله در این دوره عرض کنم که گفتن جاهلی جاهلی، اینها ما نفهم چه میکردن، قمار میکردن، خیلی خوب دیگه چه میکردن؟ شب برده میفروختن، آقا برده میفروختن، تمام برده هایی که در تاریخ عرب خرید و فروش شده پیش از اسلام روی هم بذاریم به اندازه یک سال برده فروشی اسلام نمیشه در اون منطقه، که کثیف‌ترین کار جهان قطعا برده داریست بعد از آدم کشی و سرقت مسلحانه. نمیدونم کدومش بدتره واقعا، آیا برده گرفتن و فروش انسان ها زشتر هست یا سر گردن رو گرفتن؟ نمیدونم، یعنی در حدی از زشتی و فرومایگی که آدم نمیتونه یکیش انتخاب بکنه، اما اون میزان که برده که در یک سال این سرداران اسلام میآوردن از آذربایجان و از سیستان و از شیراز و اینا میآوردن میفروختن، و این سرداران بی انصاف اسلام برابر است با همه بردگانی که اینا خرید و فروش میکردن، چون در روزگار برده فروشان بودن، چهار تا برده می آورد مدینه، چهار تا شیخ پولدار عرب هم بودن ممکن دو تاشو بخرن یکیشو بخرن و اینها، اما اینها در جنگ نهاوند چندین هزار نفر رو به اسارت گرفتن بردن به مدینه به معرض فروش گذاشت. دیگه چیکار میکردن؟ هیچی، ساز میزدن، خیلی چیز بدی بوده، ساز میزدن، شعر میگفتن، اینا ما قدقن شد دیگه. عرض شود که گذشته از الاغانی الکبیر و عقد الفرید که این هر دو مجموعه عظیمیست از تاریخ موسیقی و شعر، که البته موسیقی عرب موسیقی نبود، از ایران رفته بود، اما عرب بسیار دلباخته موسیقی بودن. اینا کتاب دیگری هم هست به نام تاریخ موسیقی خاورزمین از هنری جورج فارمر، بسیار کسان بودند در اروپا که در باب تاریخ موسیقی ایران و کل منطقه تحقیق کردم. من خدمت شما عرض کنم که برای شما میخوانم اینجا در باب بله میگوید که این دوره ایست که مسلمانان اون را جاهلیه یا روزگار جهل نامیدن،
که معنای اون جهل نسبت به وحی به حضرت محمد است، یعنی که نمیپذیرفتن که وحی به شخصی وارد بشه. بس معنی جاهلی و جاهلیت رو فهمیدیم. بله بعد اینجا توضیح ها داده است که سازهای اعراب چه بوده است و اینها. قطعاتی من خدمتتون میخونم که اینجا میگوید حجاز سرزمینی است که حتی همین امروز نیست تا حدودی از اهمیت بازرگانی برخوردار مانده است. در دوران گشایش مسیحیت مکه که در آن زمان مکروبه خوانده میشد تحت تسلط بنو جرهم بود که بر اساس افسانه ها جای بنو امالیق اساطیر را گرفته بودند و مدینه که در آن روزگار یثرب نامیده میشد عملا در ید قدرت بنو نظیر، بنو قریظه و طوایف دیگری بود که از این دو طایفه که نام بردیم هر دو یهودی بودند. بنی نظیر یا بنو نظیر رو که اموالشون رو گرفتن سرداران اسلام و اخراج کردن، بنی قریظه هم که همه رو سر بریدن حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام با زبر یک روز 750 نفر مردان قبیله رو دست بسته گردن زدن در حالی که سه روز بود غذا هم نخورده بودن و بین اینها یک زن هم بود. کودکان نابالغ رو هم مولای متقیان شلوارشون رو در می آورد، اگر موی رویده بود اونها رو هم عرض میکنن که مشمول شمشیر میکردن. این دو قبیله که نام برده داستانشون رو قبلا خدمتتون خوندم. بله و طبعه دیگری بود بله که به شریعت یهود مؤمن بودن. بله بعد اینجا توضیح ها داده، بعد میگوید که طوایفی از قوم بنو ازد به سروری این دو مرکز مهم در حیات سرزمین ها اطافون رسیدن و در زمان تسلط خاندان قریش مکه به علاوه کعبه و بازار معروفش اوکاز تمامی نواحی را به جایگاه چنان ملاقات ملی تبدیل کرد که نه یمن معروف باستانی و نه فرهنگ درخشنده هیره و قسطان هیچ کدام نمیتوانستن با آن رقابت کنند یا حتی امید آن را به راه دهند. دیر نگذشت که مکه به مرکز هنرها مبدل گشت. در اوکاز این جاهلیت است، رونه عرب جاهلی را عرض میکنیم. در اوکاز شاعران و خنیاگران تمامی مناطق شبه جزیره برای اثبات برتری هنرهای خود با یکدیگر به چشم همچشمی و رقابت می پرداختند و در همین محل بود که معلقات معروف را با صدای بلند روایت می کردند یا به آواز می خواندند. معلقات همون عرض کنم که هفت قصیده معروف است که از شعرهای بزرگ عرب است که می آویختند به دیوار کعبه، می گفتند معلقات. بله دختران خواننده قینات یا قیان در این ایام از شهرتی برخوردار بودند و افسانه ها قدمت ایشان را به بنو امالیق میرسانند. نوازندگان حجازی حتی در دربارهای ملل دیگر نیز مورد استقبال قرار می گرفتند. در میان آلات موسیقی نام های دیگری مانند مزهر که البته یک نوع عود بوده، معزفه، عزف یعنی صدای شیطان، اینا ببخشید صدای جن، اینا به جن اعتقاد داشتن، معزفه عرض میکنم که یه قانون، قصابه که یک نوع فلوت بوده، مزمار که نای زباندار بوده، من رید اینسترومنت به زبان انگلیسی که یک نی کوتاهیست که عرض کنم که درش میدمن و اون رو وارد یه چیزی باشه بانندم داره که وارد اون ساز میکنن. بله و دف که ما میگوییم دف، عرب میگفته از دف، دایره را نیز میخوانیم. حجاز حتی مدعی است که سرچشمه موسیقی است و سخنان مؤلف اقدالفری را در اختیار داریم که میگوید این واضح و مبرهن است که اصل و منشأ موسیقی پرانتز غنا را میبایستی در وجود غلامان در شهرهای بازرگانی عرب از قبیل مدینه، طائف، خیبر، وادی القرا و غیران ردیابی کرد. هیره یکی دیگر از مهمترین مراکز فرهنگی عرب بود. بین النهرین به رغم از میان رفتن شهرهای بزرگ بابلی، آشوری همچنان میتوانست به شهرهای بزرگی مباهی باشد که کلدانیان، آرامیان و یهودیان اکثر جمعیت اونها را تشکیل میدادند و نیز به رغم تسلط بیگانگان همچنان حامل بیشترین هسته از فرهنگ سامی کهن بود. در نتیجه مهاجرت اعراب از جنوب، یک گروه از قبیله های عرب تحت مشترک تنوخ پس از نابود کردن جمعیت آرامی و کلدانی که قبلا در حجر و بحرین ساکن بودند در این نقاط ساکن گشتند. بعد اینجا از تأثیر موسیقی منطقه سخن رانده و
تأثیر ایرانیان. میگوید همونطور که نزد سامیان معمول بوده، موسیقی در نمایش اعمال فالگیران و غیبگویان عرب نیز نقش عمده را بازی میکرده است. اونها معتقد بودند که با کمک موسیقی میتوانند جنیان را آرام کرده و تحت کنترل داشته باشند، و این خرافه که جنیان شعر و نغمه را به شاعر و نوازنده تقدیم میکنند از همین اعتقاد برخواسته است. بله، میگوید قرآن یک چند مفهوم در ارتباط با موسیقی و سحر و جادو در اختیار ما گذاشته است، و بعد میگوید در زبان عربی صدای جن را عزف میخوانند که میدانیم نام آلت موسیقی خاصی نیز هست، و توضیح داده است که در هنگام حج هم اینها یک آوازهایی میخوانند که سر و صدایی میکردند به نام تحلیل. میخوانم خدمتون: ما از نقش موسیقی در نیایش های مشرکان عصر بت پرستی جز اندک اطلاعی نداریم. با اون که مکه مهمترین جایگاه زیارتی بود، مزالک حج یا زیارت کعبه، کعبات متنوع و متعدد دیگر نیز معمول بوده است، و به نظر میرسد در این جریان این گونه زیارت ها موسیقی ابتدایی پر سر و صدایی به کار میرفته است که هنوز نوعاً در وجود تحلیل باقی مانده است. شاید ما بایستی در درون این موسیقی به جستجوی موسیقی آیینی و حتی مناجات هم برخیزیم. الفاظ از تکه از یک موسیقی آیینی به شرح عرض کنم به شرح محفوظ مانده است، و گفته می شود که این عبارات آهنگین بوده و در جریان افاضه خوانده می شده است، و عرض کنم که نلدکه همین مناجات را به تحلیل تشبیه کرده است، که اینها ضمن زیارت بت ها عرض شود که یک نوع موسیقی داشتن این اعراب. بله، با همه اینها میگوید به رغم اصنام و معابد، اعراب دوران جاهلیت اصولا به مذهب از هر نوع اون علاقه چندانی نشان نمیدادند. این مطلبی بود که بارها خدمت شما عرض کردم که اعراب اساسا اهل دین و مذهب و روح مذهبی نبودند. مردمانی بودند کاملا این دنیایی، عاشق شکار و شراب و طلا و زن و عرض میکنم قمار این چیزا، هنوز هم همون گونه است. این ایرانیان بودند که دارای تفکر مذهبی بودند و عرض کنم دارای دین کهن بودند و تفکرات فلسفی دینی داشتند و اینها. اعراب این کارا نبودند، امروز هم نیستند. بله، و اگر اینا لشکر میکشیدند این سو و اون سو، اینها صرفاً برای غارت بود، برای گرفتن اموال بود و اسبان بود و طلا بود و اینجور چیزها. خب با این همه به رغم اصنام و معابد، هنری جورج فارمه می نویسد، اعراب دوران جاهلیت اصولا به مذهب از هر نوع آن علاقه چندان نشون نمی دادن. برتراند راسل هم همین رو هم نوشته، خدمتتون یه روز خوندم، و توجه به اون نداشتن. نگرش اعراب به زندگانی سخت این جهانی و کاملا به زندگانی سخت این جهانی و کاملا خدا ناشناسانه بود. بله، برای اعراب اون روزگار عشق، شراب، قمار، شکار، نشاط از آواز و ماجراهای عاشقانه و کلام موجز نافذ و فاخر که گویای هوش و فطانت باشد تنها چیزهایی بودند که اهمیت داشت، و فراتر از اینها فقط گور را میدید. ما از این دست اشعاری از ابن ربیعه که یک قرن قبل از اسلام استاد مشاهده میکنیم. این تفکر در حماسه او ارائه شده است. مقصود این که اینا آدم های دینی نبودند و بین اینها شعرا و موسیقیدانان بسیار بود. میگوید در میان اعراب نوازندگان زن نیز بودند که اونها را مغنیه مینامیدند، و نقش اونها در حیات ادبی و موسیقایی عرب چندان کم نبوده است. حریم در اون زمان ناشناخته بوده و به نظر میرسد که زنان به همان اندازه مردان از آزادی ها برخوردار بودند. اسلام آمد، برکاتش عرض کنم شامل زنان شد و مدون کرد. آن حقوق زن را مدون، کدوم حقوق را مدون کرد؟ بردگی زن را مدون کرده. در حقیقت زنده به گوری زن را اسلام آورده در پس خانه ها، در گونی های سیاه. اینها مغالطات تاریخی است. هموطن بزرگوار من، بعضی شما برید از سرچشمه قضایا را نگاه کنید. یعنی ما خواهیم اسلام رو بشناسیم، باید تاریخ اعراب رو بشناسیم. آقا اینا چگونه آدم های بودن، چگونه زندگی میکردن، وضعیت زنان چگونه بود و بعد چگونه شد. نشستیم پای منبر آخون، کلیشه میبافیم. حقوق زنان رو تدوین کردن و درست کردن. بله بله، دوباره میخونم این عبارت رو:
حریم اون زمان ناشناخته بود و به نظر می‌رسد که زنان به همان اندازه مردان از آزادی‌ها برخوردار بودند. این زنان قبیله‌های عرب بودند که در کار موسیقی در جشن‌های خانوادگی یا قومی با آلات موسیقی خود شرکت می‌کردند و آن را به راه می‌انداختند و این رسم تا زمان خود حضرت محمد ادامه یافت، چنان که آیین نکاح حضرت محمد با خدیجه و حضرت خدیجه با شادی و سرور طی مراسمی جشن گرفته شد. در جریان جنگ احد 1625 میلادی زنان به سردستگی هند بنت عتبه با خواندن آوازهای جنگی و ندوه به خاطر از پای افتادگان جنگ بعد و نواختن دفوف جمع دف از رنج و مشقت سفر کاروان قریش میکاستند. اینان حتی تا آخرین لحظات قبل از شروع جنگ همچنان میخواندند و مینواختند. زنان در خواندن مرثیه و نوحه از همه برتر بودند و مردان به پای اونها نمیرسیدند. این بوده از داستان زندگی زنان در روزگار جاهلی، قبل از اینکه عرض کنم که زن بشود جز اساس منزل، جز اموال منقول مرد باشد که چهار تا چهار تا بیاوری در چهار اتاق بنشانی، اینا داره حقوق بوده. یعنی اینکه عرض می‌شود که ما بایستی اکنون که این هزینه گزاف رو ملت ایران پرداخت کرده بابت این جمهوری پربرکت، حداقل یک چیزی به دست بیاوریم و اون میتواند اندکی دانایی و اندکی بینایی در ارتباط با تاریخ این داستان باشد. حداقل هر چی شیعیان گفتن دروغ بوده. تاریخ شیعه یکسر دروغ و تعصب و عرض میکنم که جعل هست. کتاب الحمدلله رب العالمین بسیار هست. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از شما و دوست بسیار عزیزم آقای رزاقی که اینجا نشستن و من بو کشی ازمنن چو خستیرم، اینم به زبان ترکی گفتم که وطنم بدانن. و سپاس بارتانیتان گرامی، برنامه رو میبندیم تا فردا در خدمتتون هستیم و شاهنامه میخونیم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.